هزاران تن از عالمان دین در اینجا گرد هم آمدند تا موضعشان را در مورد نوعیت جنگ جاری مشخص کنند. جنگی که سالها طالبان به نام جهاد بر تبل آن میکوبید، حالا به گفته این عالمان دین حرام است و جواز شرعی ندارد. به ویژه پس از امضای توافقنامه آمریکا و طالبان در ماه فوریه، آنان از گروه طالبان می‌خواهند به آتش بس سراسری تن داده و به جنگ جاری نقطه پایان بگذارد. که به خاطر قضایای سلیقوی خون مسلمان حرام است. خون مسلمان حرام است. سر قضایای اجتهادی و تعبیرات اجتهادی خون مسلمان حرام است. الله ایر اجازه نمی‌دهد. پیغمبر ایر اجازه نمی‌دهد. عقل سلیم ایره اجازه نمیدهد. بیایید به این مردم رحم کنید، بیایید در امتداد نیروهای امنیتی کشور شما هم دست این ملت را به خوبی بفشارید. شما هم افغانین و شما هم مسلمانین، بیایید بیشتر از این بر این مردم ناروایی صورت نگیرد. بخش دیگر انتقادها از پافشاری طرفهای مذاکره کننده بر سر طرز العمل کاری و مبنا قرار دادن مذاکرات است. به گفته این عالمان دین، مذاکرات باید بر اساس قرآن و سنت پیش برده شود. این در حال است که طالبان خواستار مبنا قرار گرفتن توافق قطر در مذاکرات رو در روست. یکی فریاد بکشد، پیمان دوحه بگوید، یکی پیمان مثلا کابل بگوید. نه پیمان کابل قدسیت داره، نه پیمان دوحه قدسیت داره. خون مردم و خاص خدا قدسیت داره. درد و رنج مردم قدسیت داره. با این حال شمار دیگر اما نگران از دست رفتن فرصت موجود است. فرصتی که می تواند کشتی شکسته صلح افغانستان را به ساحل برساند. آنان از طرف های مذاکره کننده می خواهند برای به نتیجه رسیدن مذاکرات باید از موضعشان کوتاه بیایند. من در دوار طرفون نگوارو چی؟ جنگ نور بس کی. او صلح زمان در پاره بهترین لارده که اتیا کال نورم جنگ او کی آخر به صلح کوایی. که در ننی او کی در افغانستان ملت با در خدای پا فضل بانده نجات پیدا کی. این در حال است که پیش از این رئیس اتحادیه علمای جهان اسلام نیز جنگ جاری در افغانستان را ناروا گفته بود. طالبان اما تا کنون در این مورد چیزی نگفتند.